این است مسلمان بودن، این است همبستگی. مگر این است دوستیت ایران؟ مقام ظریفی و حساس درباره خصلت و شمار روابط اقتصادی با ارمنستان وجود دارد. تمام اقتصاد ارمنستان سالهاست که زیر نظارت روسیه می باشد. چطور می شود کرملین منابع سودآور ارمنستان را به ایران گذشت کند؟ پس زیر کاسه هست. معلوم می شود رژیم فارس این کمک ها را بلاعوض ارائه می کرد، نه برای دریافت درآمد یا اینکه تامین منافع اقتصادی، بلکه مجانا. اما نمی توان بلاعوض هم گفت. به اصطلاح باباها عملا به ثروات های قره‌باغ چشم دوختند. طلا، جیوه، اوبسیدیان، اونیکس، گل، عقیق، سنگ، آهنگ، مولیبدن، مرمر، گرانیت، کیرت، سینک، مس و دیگر ثروت‌های طبیعی و مواد برای صنایع مبل موجود در قره‌باغ و نقاط اطراف آن از طرف ایران مثل زالو مکیده شده است. آیا ایران مگر سیر نشده است؟ آیا جواب قارت و باربری ایران را چه کسی خواهد داد؟ فراتر از آن، پول‌های کثیف شرکت‌های موناگروپ، کانکار، آرمن، سلیمانی، آراز مهاجر تجارت، پیان صدارت، فیروز نجات، کراون، سبا ساها، درخشان، شاهسواری، پاکنام، زاکری و دیگر شرکت‌های ایران که ثروت‌های قره‌باغ را غارت کرده در بانک‌های کدام کشورها جمع‌آوری کرده‌اند؟ در بانک‌های ارمنستان تمام واریز پول از طریق بانک‌های ارمنستان صورت پذیرفته است. اگر در نظر بگیریم که ایران در معرض مجازات و تحریم قرار گرفته، سالهای طولانی است مس بخشی بانک میباشد که یکی از جهات اصلی روابط ایران و ارمنستان را تشکیل می‌دهد. یکی از شواهد جنایت که کشورهای باختری را مدت طولانی ناراحت می‌کند، اطلاعات ناخوشایند درباره شعبه بانک ملت ایران در ایروان است که پخش می‌گردد. بانک ملت در ظرف تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد چون ساختار مالی مزنون ثبت شده است و به ثبوت رسانده شده است که با تروریسم و گردش پولهای کثیف ربطی دارد. آیا ظرفهای مالی می دانید در کجاست؟ تصور می کنید؟ البته در ارمنستان و سوریه. برای هیچ کس پوشیده نیست که هر دو کشور به پیش میدانی برای فروش غیرقانونی اسلحه و تامین مالی تروریسم و شستشوی پولهای کثیف مبدل گشته است. در قطعنامه سازمان ملل متحد گفته می شود بانک ملت برای مؤسسات هسته‌ای، موشکی و دفاعی ایران عملیات ها به مبلغ 100 میلیون دلار انجام داده است. همه اینها یک صدم جنایت ایران در عرض 30 سال به همراه ارمنستان است. شاید یک صدا هم نیست، بلکه کمتر از آن می باشد.